من نمیدونم این خاطره رو گفتم یا نگفتم. من نه کامپیوتر دارم نه حافظم قد میده که بالاخره حالا حدود 20 تا تلویزیون حرف میزنم. من نمیدونم بالاخره کدوم حرفو چه گوشادم نگفتم. حالا به نظرم تا حالا نگفتم. بشنوید. علامه طباطبایی استاد مطهری مریض میشه، ایشونو میبرن خارج برای عمل. تو هواپیما که میبرنش زمان شاه، نمازش قضا میشه، نمیتونه بخونه، رو صندلی میخونه نمازشو. بعد میبرنش خارج اروپا عمل میکنن و بعد یک پروفسور یا مرید ایشون میاد عیادت میگه، میگه عملم خوب بود اما دارم از غصه دارم دق میکنم. گفت چرا آقا؟ شما عملت موفق بوده. گفت داشتم میمدم نمازم رو صندلی خوندم، حالا دارم باز غصه میخورم که چطور به ایران برگردم، باز یکی از نمازهای دیگه من قربونی میشه. جسمم داره سالم میشه، ضربه به نماز مخون. شما اینجا اهل این کشور هستی، میتونی یک کاری بکنی که من نمازمو درست بخونم. ایشون میره شرکت هواپیمایی در زمان شاه، میگه آقا میدونید ایشو کیه؟ ایشو علامه طباطباییه. علامه طباطبایی کسیه که از غرب دعوتش کردن، واسطه هم آیت الله عظمای بروجردی بود که ایشون بره در دنیا استاد فلسفه بشه. شخصی که رو کره زمین مشابه نداشت تو این قرن ما، رو کره زمین نفر دوم نداشت. گفتم آقا نه، ما پروازمون رو به خاطر یه نفر تغییرش نمیدیم. ایشون رفت با یه شرکت هواپیمایی خارجی زمان شاه بود بسته. گفت آقا شما یه مهمونه که تو دنیا هیکلش تکه، شخص منحصر به فرده، خیلی مهمه ایشون، ایشون با پرواز شما میخواد مسافرت کنه، افتخار شرکت هواپیمایی شما اینه که مسافر شما ایشونه، حتی افتخار کنید که یه همچین مسافری با پرواز شما حرکت کرده. مثلا ایشون یه ساعت داره، یه برنامه نماز داره، یه جوری با برنامه نماز ایشون هماهنگ کنید. اون شرکت هم چون میبینه پروفسور خیلی تجدید میکنه دو قبول میکنن. منطقه میگه حالا اگر تو هوا بود در یک از شهرهای مسیر راه فرودگاه میاد پایین، ایشون نماز میکنه دو مرتبه سوار میشه. برنامه‌ریزی میکنن علامه طباطبایی پرواز جوری که ایشون حرکت میکنه، بعد یه نفر هم یه صندلی اضافه براش میخرن، یه مترجم که ایشون میره به خلبان میگه که الان وقت نماز آغاست. ایشون بعد از چند دقیقه در یک از شهرهای مسیر راه هواپیما رو میاره پایین، تو فرودگاه پله میذارن، میگن نقد فنی داره، میگن نه نقد فنی نداره، رابطه با خدا داره قطع میشه. ایشون میاد پایین پا پله نماز میخونه، میگه الحمدلله سوار میشه میاد ایران. این بیخود نیست که خداوند کار میکنه که آیت الله جوادی عاملی یه شاگردش بشه، آیت الله مطهری یه شاگردش میشه. 300-400 تا شاگرد ده، همه از علمای درجه یک. بی خود کسی یه چیزی باید داد، یه چیزی باید گرفت. ما که نسبت به نماز مکاهلیم، شد شد نشد نشد. حالا آخه اگر وضو بگیرم این لاک پشت انگوشتم باید پاک کنم. خانم به خاطر لاک رابطهش با خدا قصه، بابا اون خداست، این لاکه، پاک کن. باید کفشمو در بیارم، کفشم پوتینه، تا بندشو بکنم. یعنی نماز بندازه بند کفش براش ارزش نداره. خب ما اذکرونی از فر کن، میگه یاد من باشی تو من یاد شما باشه. میگه اگر تو منو فراموش کردی منم تو رو فراموش کنم. الیوم اخ 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 چه آیه داغیه، خیلی آیه تلخیه. الیوم قرآن میگه به افراد میگه، میگه امروز الیوم نمسا کن، ما امروز شما رو فراموش میکنیم. چما نسیتون لقاء یومکم هذا، چون شما معاد را فراموش کردید منم شما اینجا رو شما رو فراموش کنم. اذکرونی اذکرکم، یاد من باشید یادتون هستم، من فراموش کردید منم شما رو به حال خودتون رو کنم. هرچی میدوید به جایی نمیرسید. به نماز اهمیت بدید.